میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای گفته انتظار می‌رود نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران تنش‌آمیز باشد. سخنان نماینده روسیه در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در حالی بیان شده که فرانسه، آلمان و بریتانیا از ارائه پیشنویس قطعنامه درباره لزوم همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر دادند. آمریکا هم گفته با این قطعنامه همراهی می‌کند. آمریکا و سه کشور اروپایی خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت هسته‌ای شدند که آثار اورانیوم در آنها پیدا شده است. این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد پیشنهاد مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای شفاف‌سازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی مانده بپذیرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرده که بر اساس قطعنامه پیشنهادی ایران باید به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به پرسش‌های آژانس درباره فعالیت‌های مشکوک گذشته خود پاسخ دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارش فصلی خود اعلام کرد ایران برای پاسخ به پرسش‌ها درباره منشأ ذرات اورانیوم غنی شده در سه سایت اعلام نشده خود کمکاری کرده و پاسخی ارائه نداده که از نظر فنی معتبر باشد. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن اعلام مخالفت با پیشنویس قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی اعلام کرده این فشارها به حل مشکلات کمک نمی‌کند و منجر به مختل شدن روند مذاکرات احیای برجام می‌شود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران هم در توییتی از رایزنی خود با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داده و گفته اگر بانیان قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در آژانس روش تهدید را دنبال کنند، مسئول همه عواقب آن هستند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بعد از گفتگوی تلفنی با امیر عبداللهیان گفته احتمال رسیدن به توافق و بازگشت به برجام در حال کاهش است. قطعنامه سه کشور اروپایی و آمریکا در حالی ارائه شده که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هفته گذشته با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در این کشور دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با گروسی، ایران را به فریب جامعه جهانی و ارائه اطلاعات نادرست درباره برنامه هسته‌ای خود متهم کرد. آزاده کنگرانی، واشنگتن دی سی.